وقتی مادرم فوت کرد ما از ایران به توکیو نقل مکان کردیم. قطارها، خیابونا، مردم، همه چیز یک زبان دیگری بود. حتی غذا. مدرسه من کنار یه قبرستان کوچکی بود، شد جای من. آنجا تمام مدت نقاشی میکردم. از فراز شاخ آبی در روزهای خوب و بعد دوستان زیادی نداشتم. کلاخ‌ها هم جالب و هم مهربان بودن. مخصوصا یکیشون پیر بود ولی مثل یک پرنده جوان پرواز میکرد. تشیرو، چهارو، اسم روی اون قبر. یک روز یک روز من تنها نبودم. گاکو ها دوستانو؟ اسمش چیو بود؟ کایت تیو آسده و سالگرده 40 سال از درگذشت پسرش چیارو بود. واتاسی چیو دس. مردادو. اون شب منو دعوت کرد به چای. و میان وعده. بعد از چای ما در مورد پسرش صحبت کردیم. چیهارو به طور مرموزی ناپدید شد. فقط یه شبه ازش باقی مونده بود. یک گروه کلاغ‌ها دور یه چیزی میچرخیدن. اونم یه نقاش بود. اومکتنو جای نقاشی من یه زمانی جای نقاشی اون بود. وقت خداحافظی قلم پسرش را به من داد. موسیقی
روز بعد توی پارک نقاشی میکردم. あの子 結構上手だったのよ。 ولی دیدم که قلمش نیست. تصمیم گرفتم برگردم خونه چیو. هیچی نبود. جیوسان خونهش خالی بود. تمام خونه خاکی بود. عنکبوت همه جا رو گرفته بود. یه جای آخر که فکر کنم نگاه کنم معبد. تاشیرو جیو تاشیرو چیو من اسم رو غلط خوندم. قبر خانم بود نه پسرش. راهب گفت که این سنگ قبر عجیبه، اسم کامل خانواده نداره، فقط اسم اول چیو. بعد از ناپدید شدن پسرش خودکشی کرد. یک رویا. نه، چای هنوز تو شکمم بود. من تو دفترم رو گشتم که یه جواب پیدا کنم. この40年間この辺りで誰にも会ったことがなくてね。 تا یه دوست قدیمی اومد. カラスだけじゃね。 カラス و فهمیدم دو جور مختلف میشه کلمه رو خوند. یک چیو یک چیارو یکی زیر خاک یکی پرواز یه نام مشترک یه قبر خانوادگی یه کلاغ پیر با روح جوان. این سرزمین با ارواح طبیعت صحبت میکنن. سرزمین قبلیم طبیعت را جلوه میدهد. هر دو کشور حالا خونه ایم از جمع. تصمیم گرفتم یه پیام بذارم به زبان مادری.
فصل سبز خواهش سالهای بعد برگشتم به یک جواب گرفتم فصل خاکستری من فصلی که من با میدونی مرده ها به زبان های گوناگونی صحبت میکنن فقط باید گوش کنی